خب تو این وسط که رفتی تئاتر بازی کردی سینما میدیدی؟ سینما برای جذاب بود؟ اون موقع سوپر استار دوره ما آقای آریا بود، جمشید آریا، جمشید هاشمپور، بله. توی سینما تمدن مولوی، بله بله، آره. ما همش پاتوقمون اونجا، اون سینما بود، بله، اون سینما که الان جمع شده، بله، تعطیل، بله، شد، خراب، بله، شد، انباری فرش و موکت شده. یه سینما اونور میدون مولوی بود، آرش، ولی خب تمدن معروف تر بود، تمدن قدیمی تر، بله، تمدن خیلی قدیمی تر بود. ما همش اونجا، یعنی بازیگر مورد علاقه ما آقای هاشمپور بود. و نمی اومدی پایینش، اینی میگی بالای شهر فیلم سینما ببینیم؟ نه، اصلا همونجا، همون منطقه، یعنی تو همون منطقه گیر کرده بودیم کلا. فیلم مورد علاقه تو فیلمای هاشمپور بود یا فیلمای دیگه بود؟ نه، اون یعنی اون باعث علاقمندی ما به سینما بود دیگه، که میرفتیم اونجا و هر دو هفته یه بار هم لاله‌زار میرفتیم با بچه‌ها تئاتر لاله‌زاری ببینیم. و اون موقع هنوز سالن تئاتر پارس بود، نصر داشت جمع میشد که جمع شد، ولی پارس یاد. تو پارس چی دیدی؟ توی پارس یه تئاتر دیدم به اسم ازدواج اکبر آقا، یه همچین اسمی اگه اسمش اشتباه نکنم. کیا بازی میکردن؟ یادم سعدی افشار توی اون کار بود. آه. آره، ولی طوری بازی میکرد، چون من یادم هفته بعدش هم به عشق خود آقای افشار میرفتیم ببینیم، نبود توی اون کار، یعنی شنیدم که مثلا یه هفته ایشون میاد یه هفته کسی دیگه میاد. بله، کم کم همینا درم یه علاقه ای رو ایجاد کرد برای رفتن، هم به این کار رو ادامه دادن و همین که چون از بچگی داشتم اون کار رو ادامه میدادم، این علاقه درم ایجاد شد. که فیلمی که رو تأثیر گذاشت؟ یه فیلمی که خیلی رو تأثیر گذاشت اگر بخوام بهش اشاره کنم، ای ایران آقای تقوایی بود. یعنی واقعا بازی خدا آقای اکبر عبدی که خداوند همیشه بهشون سلامتی بده، خیلی تأثیرگذار بود توی اون فیلم. و حتی خدا بیامرز دوست عزیزمون که توی همین اجاره نشینا هم بازی میکرد، خواننده حسین، سرشار، خدا بیامرز، خدا بیامرز، خیلی تاثیرگذار بود رو هم، یعنی همون مدرسه با اون بچه ها آموزش سرود دادن، خیلی اون فیلم برام جه. تو تقریبا 3 سال تفاوت داری، این 64، 65، 66، تو 68، 2 سال فیلم تو 66. البته فیلم های دیگه ای هم بود، مثلا مدرسه پیرمردها هم باز جد، اصلا کمدی های اون موقع یک فضایی داشت، یه رنگ و بوی دیگه. آره، یه رنگ و بوی داشت. تو منبشی مورد علاقت عبدی بوده؟ اون دوره، بله، اون دوره. ولی خسرو شکیبایی هم کم کم وقتی که سریال خانه سبزم دیدم، خود پسر کارگردان کار تهیه کننده کارم بازی میکرد نقش بچه رو، من یادم نیست چون اسمش رو میگم خیلی ازش گذشته. مثلا اون فیلمم خیلی بهم کمک کرد، سریاله بهم خیلی ایده میداد که منم باید یه روز برم سریال کار کنم. چه خوبه، یعنی خوشو شکیبایی به ایده داد. بله بله، هم اکبر عبدی، بله. تو هم اکبر عبدی و دیگه اکبر عبدی و بعدش بهار آقای شکیبایی. خب بهار ما تو نسل، شما نسل خسرو این دیگه، بله. میخوریم به خسرو، بله، شکیبایی، بله. تو تولدتون طوری که میخوریم، بله. به خسرو تو نسل اصلا نمیتونستیم اصلا به غیر از آقای شکیبایی و آقای پور عرب هم چرا، بله. آقای پور عرب هم میخوره با عروس، باز دوره، بله، با عروس و میخوره. من یادم میاد اون مردی شبیه باران و بله دیگه، همه 68 و 69 و 70 و اینا، یعنی این دوتا و خب حالا تو بخش کمدی. اصلا شما با بیننده سریال بودین، تو و تو سیننده تلویزیون دیگه، اون موقع شبکه که نمایش خانگی که نبود. اون موقع که نه، ولی سریال اون موقع تو اون سن نه، خیلی کم سریال میدیدیم، سریالی نداشت اون موقع. اصلا پدرسالار رو دیدی تو؟ پدرسالار رو برده یادم. آه، تو هم پدرسالار رو دیدی؟ اصلا من دیدی؟ یادم، حتی اوشین هم یادم، سریال زیاد نبود. بس سریال خارجی اون موقع رو من تقریبا یادم، مثلا میگم یه سریالی پخش میکرد، ارتش سری، خیلی خوب بود، خیلی سریال خوب، اونم خیلی واقعا سریال بی نظیری بود به نظر من. هنوز تقریبا از سریال ایرانی اون سالها فقط چیز یادتونه پدرسالار، یادتونه سریال همون سالای دهه 60 میخوام. من از سریالای ایرانی که یادمه و هنوزم دوستش دارم و عاشق موسیقی تیتراژشم، سر به داران بود. آینه هم بد نبود، اون دوره آینه هم بود، یه قسمت خوب بود، زندگی عوض میشه و زندگی خوب میشه، با یه عینک میزد دیدش. آره، این سریال های اون موقع بود، یعنی آینه هم به نظر من اون سریال خیلی بهتر از سریال این موقع نمید. بله، یعنی اون موقع سالمتر و درستتر و طبیعتر. هفته هفته ما میسیدیم ببینیم چه اتفاقی میفته، یعنی این سریال ها که تموم میشد گفتیم ای وای تموم شد. یه برنامه جذاب ما یک شنبه ها که میشستیم پای دیدنی ها، بابا آقای جلال مقامی، یعنی به خاطر خود انشالله همیشه حالش خوب باشه. آره، یعنی همین برنامه برای ما جذاب کنه، یعنی به الان به بچه های الان میگیم برو بابا این چه برنامه ساده نبود.
خیلی ساده بود. آره خیلی ساده. توقع خیلی کم توقع بود. توقع خیلی کم بود. جامعه مصرفی نبود. آدم ها زندگی ساده عادت کرده بودن. خیلی همه چی رو بود. یعنی میدونی اینکه از حال هم خیلی بهتر با خبر بودیم تا الانش. همسایه‌ها همو میشناختیم. من هیچ وقت یادم نمیره با کل بچه‌های محل همه عیاق بودیم. یعنی همش بیرون بازی کن، فوتبال بازی کن تو. مثل الان آپارتمون نشینی نبود که فضا بسته باشه. الان همسایه بغلیو به زور میشناسی. بچه‌ها رو نمیذارم بره بیرون. تو خونه‌ست یا همش با لپتاپ توی گوشیه. ولی اون موقع ما همش توی خیابون با اینکه توی خیابون زندگی ساده بود، فیلمام ساده‌ن. خیلی ساده. خونه‌های تو فیلمام ساده‌ن. مکان‌ها ساده‌ن، ماشین‌ها ساده‌ن، همه چیز ساده است. یعنی در واقع تجملاتی در فیلم‌ها و نه نیست. یعنی این جامعه خودشه دیگه، جامعه ساده بود، فیلم‌هاش هم ساده.